برای صحبت بیشتر در این خصوص، آقای پیمان عارف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای عارف، آیا برخورد با فعالان و منتقدان فضای مجازی موجب دستیابی حکومت‌ها به اهدافشان خواهد شد یا اینکه نتیجه معکوس در بر خواهد داشت؟ بله، عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، کویت به هر حال کشوری است که 40% جمعیتش رو شیعیان تشکیل میدند، به ویژه شیعیان شیخی، با وجود اینکه خاستگاه در واقع شیخیون احسا هست در نجد، ولی همواره به لحاظ تاریخی بیشترین حضورشون در کویت بوده. مرحوم های احقاقی هم که رهبر شیعیان شیخی بودن در کویت مستقر بودن، شیعیان در کویت جمعیت بسیار قابل توجهی رو دارن. اما اون چه که باعث شد که کویت در موج بهار عربی مسون بمونه از اتفاقاتی که مثلا در سوریه یا بحرین به طور مشخص افتاد، یا در خود عربستان سعودی که میدونید با اعدام‌های قابل توجه و سرکوب شدید عربستان سعودی، دولت پادشاهی عربستان سعودی موفق شد که استانهای از شرقیه، یعنی استانهای شیعه نشین رو در واقع سرکوب بکنه. آنچه که در بهار عربی باعث شد کویت از این گردنه به سلامت عبور بکنه یا اتفاق چندانی رو در کویت شاهد نباشیم، همزیستی بود که در زمان پادشاه پیشین کویت بین اهل سنت و شیعیان شاهد بودیم و فشار کمتری که شیعیان نسبت به سایر کشورهای تحت حکومت‌های سنی در واقع متحمل می‌شدن. پارلمان داشت، البته فعلا معلق هست. 30% پارلمان کویت رو نمایندگان شیعه تشکیل می‌دادند و در کل قابل مقایسه با کشورهایی مثل بحرین یا پادشاهی سعودی نبود. اما اونچه که داره اتفاق می‌افته، قاعده کلی من خدمت رو عرض بکنم، بین روند اقتدارگرایی در این کشورها و فشار بر شیعیان یک نسبت مستقیمی وجود داره. یعنی هرگاه این کشورها به سمت اقتدارگرایی فزاینده میرن، فشار بر روی شیعیان هم بیشتر میشه. اما فعالان فضای مجازی، اگر در بهار عربی، تجربه بهار عربی باعث شد که در واقع مطالبات اقلیت ها یا در بعضن مثل بحرین اکثریت های شیعه که بی بهره از قدرت سیاسی هستن سرکوب بشه و کنار گذاشته بشه، من معتقدم که در این مورد هم موفقیت آمیز خواهد بود. ولی واقع هم این است که تا زمانی که یک نظم دموکراتیک در این کشورها برقرار نشه و در نظم اقتدارگرای موجود همواره شیعیان سرکوب بشند، طبیعتا مطالبات اقلیت ها یا اکثریت بی قدرت کماکان به قدرت و قوت خود باقی خواهد. ممنون از شما آقای پیمان عارف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن.